نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تو مناظره ها و سخنرانی ها وعده های جذابی دادن که میتونه معیار انتخاب مردم قرار بگیره. مثلا چیا؟ بیاین تا بهتون بگم. پور محمدی گفته بنزین تا میانگین مصرف اروپا رایگان و بساط وی پی ان و فیلترینگ رو جمع میکنه. از اون طرف پزشکیان از مذاکره با کشورهای اروپایی خبر داده. حالا برای چی؟ برای اینکه بخشی از مهاجرای مستقر تو ایران رو پذیرش کنن. انسداد کامل مرزها برای جلوگیری از ورود اتباع غیرقانونی هم یکی دیگه از ایده های پزشکیانه. جلیلی هم وعده کرده که مردم تو سال 3 روز میتونن رایگان برن سفر و 330 هزار هکتار زمین هم میخواد برای رونق مسکن سازی اختصاص بده. قاضی زاده اما روی موضوع خانواده متمرکز و گفته 1 میلیارد ریال برای تشکیل خانواده به جوونا میده. رایگان شدن انرژی برای خانواده های صرفه جو و ارائه کارت هوشمند برای تفریح خانواده ها هم از ایده های دیگه قاضی زاده است. قالیباف هم از دادن زمین رایگان به افرادی که خونه ندارن و خونه رایگان برای زوجها تا 3 سال خبر داده. این کاندیدای ریاست جمهوری ایده ایجاد پایتخت اقتصادی در سواحل عمان و خلیج فارس رو هم مطرح کرده. زاکانی هم گفته یارانه بنزین و گاز و برق رو به صورت اعتبار طلا و به ارزش 22 میلیون تومان در سال برای هر نفر در نظر گرفته و وعده کرده اگه رئیس جمهور بشه درمان بچه‌ها تا 15 سالگی و دوا درمون خانمای باردار و مسن رو رایگان.